ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بنام خداوندی هستی بخش و بارز سلام و درود خدمت یکایک بیننده های عزیزی تلویزیونی خورشید و دوستداران و علاقمندان برنامه فقه خانواده. نهایت خرسند هستم که باز هم در خدمت شما تا لحظات و دقایق که پیش روز قرار دارم. امیدوار هستم از صحبت های بنده ملال آور نشوین، ملال آور نباشه برایتان و مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا آخرین لحظات برنامه همراهی بکنید. دوست عزیز، صحبتمان پیرامون چگونه می توانیم محبوب قلوب همدیگر شویم، هم با استفاده از این روش هایی که به بحث گرفته میشه می توانه یک زن و شوهر محبوب همدیگر شود و هم هر مسلمانی، هر برادر مسلمان و هر خواهر مسلمان و همراه دوستا و اقاربش با استفاده از این روش ها ان شاء الله محبوب قلوب همدیگر میشه. نقطه هفتم را بحث می کردیم در جلسه قبلی، ای بود که هر انسان مسلمان برابر است که زن باشه و مرد باشه، از حسن مظهر یا منظر و از حسن لباس و از خوشبویی استفاده کنه. البته حسن مظهر و منظر و خوشبویی برای زن داخل خانه و مرد در هر جا می تانه از او استفاده کنه. و همچنین گفتیم لباس تأثیری به سزایی در هویت و شخصیت ما داره. لباس هویت ماست و شخصیت ماست و حسن مظهر در لباس میتونه ما را، محبت ما را در قلب یکدیگر جاگزین بسازه. و خواهرای گرامی، در شرایط کنونی که فتنه و فساد موج میزند، به هر قیمتی که می شود شما کوشش کنین این سه روش و این سه طریقه را همیشه نصب العینتان قرار بدین. حسن مظهر، زیبایی مظهر انسان، صورت و بدن انسان، جمال لباس، زیبایی لباس و خوشبویی همیشه باید ما با خود داشته باشیم. چرا امروز وقت وقتی فساد و وقت فتنه است. امروز خواهرای ما حجاب ندارند، مادرای ما حجاب ندارند. وقتی به بازار می روی فکر می کنی که به عروسی روان است، فکر می کنی که این شب شب عروسیش است. و متاسفانه باید بگوییم، باید بگوییم خواهرای ما که به دانشگاه می روی کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمان. دوست ما کاریکاتوری می سازد. یکی از دانش آموزای دانشگاه تمثیل از یک واقعیت میکنه، در یک کاریکاتور تصویر از یک دختری محصل است که به دانشگاه میره. یک دختری محصل با یک سر و صورت عجیب و غریب وقتی از خانه خود میبره یک تکسیران دست میده. این تکسیران استاد میشه و بالاخره ای را سوار میکنه و میگه کجا میری؟ میگه میخوایم دانشگاه برو. تکسیران وقتی زیر و بالای از ایره متوجه میشه، همراه خود فکر میکنه این لباسی که تو پوشیدی، این سر و قیافه و صورتی که تو داری، این قیافه دانشگاه نیست. چی تو میتانی خواهر گرامی با این لباست در داخل دانشگاه بری؟ ذهن ده ها جوان و صد ها جوان پراگنده بسازی و تو بتانی یک آینده روشن به خود و به جامعه ترقم بزنی. ایره میبره در دروازه یک هتل استادش میکنه، میگه برادر من دانشگاه میرم، من در دروازه هتل چرا استاد کردی؟ میگه سر و صورت سعی کردم، فکر کردم که تو عروس هستی، امشب شب عروسیت است. نه من دانشگاه ببر. میگه درست است. ای را میبره ددن دروازه یک چمن و یک کاباره استادش میکنه، میگه برادر موتروان مرا به دانشگاه ببر. پس این کاریکاتور تمثیل از یک واقعیت میکنه.
پس خواهر گرامی امروز نهایت تلاش بکن که فکر شوهرت متمرکز به تو باشه، فکر شوهرت پراگنده نشوه. چون امروز مادرای ما وقتی به بازار میرن سودا آخری میرن، گویا شب عروسی شان است، با یک لباس عجیب و غریب، با یک رفتار عجیب و غریب، با یک منظر عجیب و غریب. مادری پرسیده شد، با حجاب بود، گفت چرا حجاب میکنی؟ چون متاسفانه امروز در جامعه ما حجاب مبارزه هست علیه حجاب اسلامی. میگه چرا حجاب میکنی؟ چرا مسلم ها واری راحت نمیگردی؟ این خلطه را بالای سر خود انداختی، نفس خودم قید ساختی. این خواهر بسیار خواهر با منطق است، میگه حجابم به خاطر توست. میگه این چی معنا داره؟ حجابم به خاطر توست. میگه به خاطر حجاب میکنم که شوهرت متوجه تو باشه نه متوجه من. به خاطر حجاب میکنم، اگر من حجاب نکنم شوهرت وقتی مرا میبینه به تو توجه نمیکنه. پس نباید تو خواهر اعتراض بکنی که شوهر چرا با من توجه نداره. امروز ما با بی‌حجابی خود متاسفانه زمینه بیباری ها را به وجود آوردیم. یک مادر وقتی به وظیفه میره، یک خواهر وقتی به دانشگاه میره، یک ساعت پیش از اینکه به وظیفه بره در پیش روی آینه ایستاد میشه، سر و صورت خود میسازه. خواهر کجا میری؟ خواهر کجا میری؟ به وظیفه میرم. با این سر و صورت انسان میتونه یک خواهر مسلمان، یک مادر مسلمان انواع زینت و زیبایی خود را برای شوهر خود داشته باشه؟ آیا در وظیفه شوهرت است؟ آیا در پانتون شوهرت است؟ نه خیر. پس خواهر گرامی نمیتونی مقاومت کنی. صدها انسان سگ صفت ما داریم، صدها جوانهای گرگ صفت است، ای بسا ابلیس آدم روی ان. پس به هر دستی نباید داد دست. نمیتونی مقاومت کنی با این لباس. هم تشتت بار آوردی، هم هویت خود را خراب ساختی، و هم متاسفانه لعنت خدا را بر خود مستوجب ساختی. و ده ها صدها جوانی است که مزاحم تو میشه و نمیگذاره. پس با این فتنه و فسادی که امروز وجود داره، مادرای گرامی کوشش کنین این سه چیز فراموش نکنین. حسن مظهر، هر چی میتونین مظهر و سر و صورتتان را زیبا بسازین. جمال لباس، زیبایی و مقبولی و سلیقه در لباس به کار ببرین، هر چی میتونین، تا اینکه همیشه فکر شوهر به طرف شما متمرکز باشه. سوم، بوی خوش، همیشه بوی خوش داشته باشید. انشاءالله العزیز با این سه راهکار محبوب قلب شوهرتان میشید و هر مسلمان میتونه محبوبی دیگر باشه. پس رسول پاک صلی الله علیه و سلم وقتی از او صحبت میشه، حضرت سموره چی زیبا پیغمبر جمالش تعریف میکنه، میگه شبی میخواستم بدانم که پیغمبر زیباست یا مهتاب زیباست. پیغمبر در شب مهتاب شبی میگه از خانه بیرون شد. صحابه دروغ نمیگن، یادتان باشه، نهایت احتیاط میکنن و نهایت در حمل و نقل حدیث محتاط هستن. همه عادل بودن، همه کامل الزبط بودن، همه پرهیزگار بودن. با وجودی که عقل ما نمیپذیره که جمال پیغمبر از مهتاب روشنتر و زیباتر باشه، ولی این نقل است، این عقل نیست. عقل در مقابل نقل نمیتونه پیش بره. کسی که همیشه به عقل اتکا کرد او شیطان بود. همیشه عقل نمیتونه مرز حلال و حرام معلوم کنه. پس این نقل است، این حدیث است. حضرت سموره میگه خواستم جمال پیغمبر با مهتاب مقایسه کنم، وقتی متوجه شدم جمال پیغمبر زیباتر بود. پیغمبر از مهتاب زیباتر بود، مقبولتر بود. این صحابه دروغ نمیگه، واقعیت میگه. پیغمبر خیلی خوشبو بود. حضرت عایشه میگه هیچگاه نشد که پیغمبر داخل خانه شده باشه معطر و خوشبو نباشه، مظهر زیبا نداشته باشه و جمال لباس نداشته باشه، خوشبو نباشه. حضرت انس میگه ما شممتو هرگز بوی را خوشتر، مقبولتر، شیرینتر، گرانتر احساس نکردم. اطیبو که محبوبتر باشه،
خوشبوتر باشه من ریح رسول الله صلی الله علیه و سلم. از مشک و انبر هم کرده بوی پیغمبر زیباتر. از هر صحابه وقتی راجع به جمال پیغمبر پرسیده میشد میگفت پیغمبر استثنایی است. گردن پیغمبر وقتی دیده میشد مثل طلا، مثل نقره جلا می داشت، چنان پاک می بود که گویا احساس می کردی که برق می ده. پس دوستای عزیز، اگر می خواهیم محبوب قلوب دیگرا شویم و دیگرا از ما خوش باشه، زن برای شوهرش، شوهر برای زن، هر مسلمان به مسلمان دیگه، این مواردی که ذکر شد و این سه مورد دیگه که حسن المظهر، زیبایی مظهر و زیبایی لباس و بوی خوش داشته باشیم، انشاءالله محبوب دیگران میشیم. نکات دیگه هم باقی مانده، انشاءالله بعد از نشر یک حدیث با شما شریک میکنیم. زود برمیگردیم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ميگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود بنده کلمه ای را بر زبان می آورد که در مورد آن نمی اندیشد و به سبب آن به دوزخ می لغزد و دورتر از آنچه که در میان مشرق و مغرب است. دوستان عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامونی چگونه می توانیم محبوب قلوب دیگر شویم، چگونه می توانیم در قلب هم دیگر مؤثر واقع شویم، دیگر از ما خوش باشه، خوش آمدید میگم. گفتیم حسن مظهر و جمال لباس و بوی خوش، خانم برای شوهر، شوهر برای خانم و هر مسلمان برای دیگر، چون چشم ترجمان است. به مجردی که با یک کس روبرو میشیم، اول به چشمش، به چهرهش، به لباسش متوجه میشیم و لباس ترجمان باطن انسان است. پس لباس نقشی و سزایی داره در محبوبیت ما. بسیاری از انسان هاست به مجرد دیدن میبینی که محبت در قلبش جای میگیره. بسیار از انسان ها را میبینیم به مجرد دیدن از چهرهش بد ما میاد، چون او حسن مظهر نداره، حسن مظهر نداره، زیبایی لباس نداره و بوی خوش نداره، قلب ما خوشش نمیداشته باشه. نکته هشتم از روش هایی که ما از او استفاده کنیم در خوشبختی من و در خوشی دیگرا، گمان نیک و معذرت خواهی است در مقابل خطا و اشتباه دیگرا. گمان نیک باید دوستای عزیز نقص خود را بپذیریم. امروز صدها خواهر و برادر ما قربانی این گمان های بد ما میشه، قربانی این گمان های بد ما میشه. پدر و یا شوهر در آن وقتی یک کس میاید چون حریفی این خانواده است، چون میخوای خانواده را ضربه بزنه، خبرداری دخترت، خانمت با این لباس بیرون شد، خانمت با کسی صحبت داشت، خانمت از کلکین تعمیر بیرون میدید، عاجل بدون از اینکه ما تتبع بکنیم، تحقیق بکنیم، میم خانم خود زیر لتکوب میگیریم. این نمیتانه و این خوشبختی بار بیار، این نمیتانه سبب دوستی و محبت ما بین خانواده شود. گمان نیک ده ها شوهر وقتی به خانه برمیگرده چرا تلفنم را جواب ندادی، چرا تلفنت مصروف بود، 10 ساعت من تماس گرفتم تلفن مصروف بود، با کی صحبت داشتی، با کی رابطه داری. هرگاه زندگی با تفتیش، با تحقیق پیشرفت، سر او زندگی اکس بکش. او زندگی دیگه زندگی است که از هم پاشیده، او زندگی است که دیگه تباه شده. باید گمان نیک به هم دیگر داشته باشیم. و ده ها خواهر ماست نسبت به شوهرش گمان نیک نداره، ای بویی که از تو آمد ای بوی خانم دیگه نباشه،
ببین یک تار موی زن در بدنت است، با کی بودی؟ تلفن شاجل میگیره چک میکنه، جیبایش میگیره تلاشی میکنه، حقیبه یا دستکولش تلاشی میکنه، داخل تلفنش میبینه. پس وقتی که اعتماد بین زن و شوهر نباشه، این زندگی نمیتونه سبب خوشبختی شوه. ده ها خواهر ماست که شب و روز وظیفش تحقیق است از شوهر، و ده ها برادر ماست که شب و روز وظیفش تحقیق از خانمش است. اگر قرار باشه که این خانم بدکار باشه، خدا نخواسته، یا این جوان بدکار باشه، آیا با تحقیق میتونی جلوی زیر بگیری؟ با تحقیقت عقده‌مندی بیشتر میشه، بدبینی بیشتر میشه. اگر ای بار رابطه نامشو خدا نخواسته داشت، بار دیگه بیشترش میسازه. چرا دعا نمیکنی؟ چرا گمان نیک نمیداشته باشی؟ این امو خانمی است که تو سالها دنبالش بودی، خانم ایدئالت است، با او با یک جهان علاقه ازدواج کردی، امروز به او گمان بد داری؟ خواهری عزیز، ای امو شوهرت است که قبولش کردی، موافقه کردی، امروز به او گمان بد داری؟ پس هشتمین مورد که میتونه ما را محبوب قلوب دیگرها بسازه، در قلب دیگرها مؤثر واقع شویم، گذشت است، گمان نیک هست. قرآن میگه گمان نکنید، و پیغمبر میگه 70 راه را به یک مسلمان جستجو بکن. عاجل گمانی بد نکن که والا تلفن ما جواب نداد، حتما به ما اهمیت نداد، به جایی که وعده کرده بود حاضر نشد، کمکی که وعده کرده بود نداد. عاجل میبینی که روابط تیره میشه، هرگز نه. گمان نیک، همیشه گمانت نیک باشه، همیشه افکارت مثبت باشه، و معذرت خواهی. گمان نیک و معذرت خواهی. علما میگه معذرت خواهی را انسانهای با شخصیت میکنن. همیشه انسانهای ضعیف، همیشه انسانهای پست، انسانهای کم فطرت، اینها انسانهایی است که همیشه بر اشتباه خود مصر میباشند، به اشتباه خود پافشاری میکنن. ما نکردیم و این کار چرا کردی؟ بخشش میخواییم، بسیار عفو میخواییم، متوجه نبودم. با این روش تو میتونی محبوب قلب همسرت شدی، و همسر محبوب قلب شوهرش شد. معذرت خواهی از صفات انسانهای با شخصیت است. علما و صلحا یک جمله زیبا دارند که بزرگترین معلم انسان، بزرگترین و مفیدترین معلم انسان، اشتباه و خطا انسان است. باور نکنین یک انسان همیشه به ثواب زندگی کنه که او اشتباه نداشته باشه. انسانی که میگه من هیچگاه اشتباه نمیکنم، هیچگاه خطا نمیکنم، او دروغ گفته است. چرا؟ پیغمبر میگه انسان خطاکار است، و خیر الخطا این تو التوابون، بهترین خطاکاران کسی است که اونا توبه میکنن و خطای خود را میپذیرن. پس معذرت خواهی بکن از خانم خود، و خانم از شوهر خود معذرت خواهی بکنه. متوجه نبودم. وقتی اعصاب شوهرت میبینی که خراب است، مادر گرامی، لحظاتی صبر بکن تا این عصبانیت مراحل خود سپری کنه. لحظاتی صبر داشته باش. وقتی تند میگه شوهر برویت، زشت میگه، بدکار است، اعصابش دیگرگون است، برش بلی بگو خیر است، لحظاتی تحمل داشته باش، بگو حق با جانی بستی، بله شما درست میگین، من اشتباه کردم، مرا ببخش. با این روش تو میتونی همیشه محبت خود را در قلب شوهر اگر میخواهی جاگزین بکنی. چه بسا معذرت خواهی ها میتونه یک زندگی که در حال انفصام است، از هم شکستن و جدا شدن است، این زندگی را پیوند بده. باید معذرت خواهی را فرهنگ من بسازی. معذرت خواهی از ما به ما شخصیت میده، به ما جایگاه میده، به ما عزت و افتخار میده. پس تو خواهر از شوهر خود معذرت بخواه، و تو شوهر از خانم خود معذرت بخواه. با معذرت خواهی همیشه محبت خود را در قلب شوهر خود، و تو شوهر در قلب خانم خود استقرار میبخشی، و همیشه محبوب قلبش میباشی. هیچ گانه گو مخورد میشم، چرا؟ پیغمبر میگه لیس شدید و بسرعه. انسان نیرومند، انسان قوی، انسانی نیست که حریف خود به زمین بخوابانه. انما الشدید الذي يملك
نفسه عند الغضب. انسان قوی و نیرومند کسی است که در وقت خشم و غضب نفس خود را کنترل میکنه. لحظات صبر که خانمت میبینه که طبیعتش خراب است گفتار میکنه، خیر است چند لحظه صبر کن. و تو خانم وقتی شوهر اعصابش خراب چند لحظه صبر کن و بله بگو، شکلی و نمود بگو که تو او را تایید میکنی، درکش میکنی. یگان تا به حرف ما گوش میده خو میبینه پیشانیش ابوس است، گرفته، خیلی به طرف ما بد میبینه. نه، با شری خیلی کشاده و باز بله بگو، حرفایش تایید کو. میبینی که امو عصبانیت مراحل خودت طی میکنه و عصبانیت میبینی به محبوبیت تبدیل میشه. پس هشتمین موردی که میتونه ما را محبوب قلوب دیگرا بسازه، گمان نیک، گمان نیک و معذرت خواهی از هم دیگر است. نقطه نهم دوست عزیز، نقطه نهم اعلام دوستی و محبت است. اذا احب احدكم اخاه فليعلنه. پیغمبر میگه اگر یکی از شما برادر یا یکی از دوستتان را دوست دارین، برایش اعلان بکنید، دوستی خود را اعلان بکنید. یک جمله براتان میگم دوست عزیز، همیشه به خاطرتان بسپارین، هیچ علاجی، هیچ تداوی به اندازه ای که اعلان دوستی و محبت و یک جمله زیبا و مقبول و شیرین برای خانم و از خانم برای شوهر، برای یک دوست مؤثر است، هیچ تداوی به او انداز مؤثر بوده نمیتونه. اگر دوست نداری بیا دروغ بگو. پیغمبر در سه مورد دروغ جایز میدانه. از شری خانمت خوشت نمیاد و خانم از شری شوهرش خوش نمیه، دروغ بگو برش. با این دروغ الله به تو اجر میده. پیغمبر میگه دروغ نیست در صورتی که یک مسلمان بین دو مسلمان آشتی میاره، دروغ نیست در صورتی که بین دو نفر مخاصمه و جنگ و جدال است، تو بینشان آشتی میاری، میگه او درباره تو چقدر فکر خوب داره و تو از اون راحت هستی. میبینی که روابط عاجل تبدیل میشه به دوستی و محبت. و دروغ نیست که یک شوهر خانم خود دوست نداشته باشه، بگه دوستت دارم. بگه دوستت دارم، هم الله اجر میده و هم محبوب قلب خانمت میشی، همیشه خود فدای تو میکنه. پس یقین داشته باش با این روش همیشه در قلب خانم و خانم در قلب شوهر جای می داشته باشد و زنده می باشد. ما را همراهی کنیم دوست عزیز، اما بعد از نشر یک حدیث مبارک. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال ان الله یغار و غیرت الله ان یأتی المؤمن ما حرم الله. متفق علیه. ابو هریره رضی الله عنه میگوید نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند به غیرت می آید و آن زمانی است که مؤمن مرتکب کارهایی شود که خداوند حرام گردانیده است. دوستان حیات عزیز، خوشحال هستم که شما را دوباره با خود دارم. صحبتی داشتیم پیرامون چی گونه می توانیم محبوب قلوب دیگر باشیم و دیگران را از خود خوشحال بسازیم. واقعا با این موضوع، با این کلمات شکسته، با این کلمات ملال آور نمیتونیم ادعا بکنیم، ولی باز هم امیدوار هستیم که میتوانیم برخی از مشکلات جامعه خود و خانواده خود با این موضوع خود رفع بسازیم انشاءالله العزیز، در صورتی که ما با او عمل کنیم و گوش فرا بدیم. گفتیم نهمین موردی که میتونه ما را محبوب قلوب دیگران بسازه اعلان دوستی و محبت است. شک نداشته باشین، یک تعداد به این نظر است دوست عزیز که خب من فلانه را دوست دارم، دوستی خود قلب است دیگه، در زبان خود نمیشه. نه خیر، قطعا نه، اعلانش بکن. اعلان دوستی صدها مرض علاج میکنه، اعلان محبت، اعلان رابطه دوستی ده ها و صدها مشکلات و مرض و ده ها اعصاب خرابی های ما را، نگرانی های ما را
پریشانی های ما را علاج میکنه. یک تعداد میگه دوستی خود در قلب است، یک تعداد میگه نه من در سلوک و در رفتار و گفتار خود نشان میدم. نه، کلمه ای که تو به زبان میاری به یک برادرت که دوستت دارم، پیغمبر میگه فلتوالین حتما اعلان بکنین، حتما دوستی خود اعلان بکنین. یک روز یک صحابه در مجلس پیغمبر است، من فلانه را دوست دارم، میگم شخصی که عبور کرد دوستش دارم. پیغمبر میگه آیا خبر دادی؟ میگه نه. میگه برو برش بگو که دوستش داری. میره برش میگه که یا اخی اینی احبک فی الله، ما خاطر الله دوستت دارم. او در جواب میگه احبک الله الذی احببتنی لاجله، الله تو را دوست بدارد، خدا تو را به دوستی بگیرد که تو مرا به خاطر او دوست داری. دوستای عزیز، اظهار کلمه محبت و دوستی از طرف شوهر به خانم و از خانم به شوهر و بین مسلمان ها، بین خانواده ها، از هزار علاج و دوا و تدوی مؤثرتر است. در چند مثال ما ادعای خود ثابت میکنیم. گاهی اوقات ما میبینیم که یک برادر خیلی نشید، پر انرژی، سر حال، سر و صورتش میبینی که نشان میده که خیلی خوش وقت است، خیلی خوش است و خیلی هم خوشتب است، سر حال و نشید است. میبینی با تلفن صحبت کرده رئیس، یک دفعه در تلفن زنگ میآید، عاجل میبینی که تلفن از دستش به زمین میفته، در فاصله 10 ثانیه، در فاصله 5 ثانیه یک خبری زشت میشنوه، یک خبری نگران کننده میشنوه، یک خبری که روح و روانش ترور میکنه. میبینی که دست و پای از حرکت میفته، به زمین سقوط میکنه. شما ایتو دوا ده من نشان بتین که در فاصله 5 ثانیه یک انسان به زمین سقوط بده، یک انسان از یک حالت کاملا به دیگه حالت دیگر گون بکنه. پس هیچ علاجی بالاتر از یک کلمه که دوست دارم، نور چشمم هستی، مهربان هستی، شخصی نیک هستی، من همکارت هستم، از هزار علاج این جمله و اظهار این جمله مؤثرتر و مفیدتر است. طور مثال یک مادر در چپرکت خواب است، پسرش گاهی صبح دکتر میبره، گاهی بیگاه و دکتر میبره علاجش میکنه، سیروم میته، پیچکاری میته، و ما این مثال زیاد داریم. مادر را رفته نمیتونه، مادر دست پایش حرکت نمیکنه، هیچ دوایی هم نمیتونه این مادر را سریپا کنه، ولی این مادر یک پسری گمشده داره، این مادر شوهری گمشده داره، این مادر یک دختری که در دورترین نقطه دنیا زندگی میکنه داره. یک بار احوال برش داده میشه که اون پسری گمشده داخل خانه شد، مادر جان اون دخترت از راه دور از سفر برگشت، مادر جان شوهرت آمد. شما چه فکر میکنین این مادری که ده ها سیروم ترزیق شده، پیچکاری و دوا و غیر ذالک، این مادر سرپای نشد؟ به مجرد شنیدن این جمله مادر یک دفعه سرپای میشه. پس هیچ دوایی نمیتونه مؤثرتر و مهمتر باشه دوستای عزیز از یک جمله مقبول و زیبا. اظهار دوستی بکنین، اظهار دوستی بکنین. اگر در قلب داری اظهارش بکن. اظهار دوستی تو نمایانگر از قلب تو میکنه. اگر تو در قلب دوست داری، من چی بفهم تو دوست داری یا دروغ میگی یا راست میگی؟ باید اظهارش کنی. انشاءالله با اظهار دوستی هم میتونیم محبت خود را در قلب خانم و خانواده و دوستای خود تجسم ببخشیم، هم محبت دیگران را در قلبمان جاگزین بکنیم. پس این وظیفه میگیریم، همیشه به هم دیگر میگیم دوستت دارم خاطر الله. من هم همیتان را دوست دارم به خاطر الله. شاد و کامیاب و کامگار باشین. تا دیداری بعد و برنامه بعد، الله نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.